همراه میشیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، آنتونی بلینکن قبلا هشدار میداد که ایران تا رسیدن به نقطه گریز تولید سلاح هسته‌ای چند هفته فرصت داره. بعد از حمله اسرائیل به نتنز، آقای بلینکن هشدار داد برای رسیدن به توافق فقط چند ماه فرصته. الان هم دوباره از کمتر شدن این فرصت میگه. این هشدارها بر چه اساس اطلاعاتیه؟ ببینید، به حال یک دیپلمات صحنه بازی رو در شکل گسترده خودش نگاه میکنه. گویی این که اخباری رسیده مبنی بر اینکه توافقات به طرف جلو داره پیش میره، به موازات همین اخباری که درز میکنه، شما میبینید در ایالات متحده روز گذشته برخی از جمهوری خواهان آمدن در بیرون ساختمان سنا، پیام روشنی را اعلان کردن، گفتن ما نمیگذاریم تحریم های حد اکثری آقای ترامپ برداشته بشود و به اصطلاح گفتن که ما بر اون مسیر خواهیم رفت. حالا اگر این فضایی که در واشنگتن رخ داده رو در نظر بگیرید، صحبت تقریبا به نظر مغایری که ایشون کرده، آقای بلینکن کرده، روشن میشه. در واقع بلینکن در اینجا داره مخاطب قرار میده حزب مخالف رو که ایران الان به درجه 60% غنی‌سازی پا گذاشته، توانایی شو داشته، با یک اراده ساده میتونه به 90% برسه و اون صحنه به اصطلاح تبدیل شدن ایران به کره شمالی بودن هست که دیگه مشکلی است که دیگه واقعا حل کردنش سخته. فکر میکنم مخاطبش حزب جمهوری در مخالفانش در حزب جمهوری دیروز بودن. خب این خبر که آمریکا و اروپا در مذاکرات وین خواستار تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید ایران در ازای لغو موقت برخی تحریم‌های هسته‌ای شده، چقدر صحت داشته باشه؟ این در واقع این نو سانتریفیوژها چقدر الان خطر محسوب میشن؟ ببینید، این خبر رو پرس تی وی ایران مطرح کرده. حالا در مورد مخالف خانی‌های حزب جمهوری خواه در آمریکا گفتم، این سو در ایران هم مخالف خانی هایی هست. به هر حال پرس تی وی اون دستگاه پروپاگندای جمهوری اسلامی است. از صدا و سیمای جمهوری اسلامی فیلم گاندوی دو بیرون میاد، از اون فیلم مستند پایان بازی بیرون میاد. اونها تقریبا نشون دادن که مخالف این برنامه برجام هستند. پرستیوی هم در همین راستا به خبری رو بیرون داده که چندان هنوز بر وسوقش نمیتونم تاکید کنم، بحث تخریب رو مطرح کرد. یعنی اروپایی‌ها خواستن ایران تخریب کنه. بحث تخریب یه مسئله است و بحث برچیدن یه بحث دیگه است. من میتونم تصور کنم که اروپایی‌ها از ایران خواسته باشن که سانتریفیوژهای پیشرفته خودش رو بر بچینه. اینکه تخریب بخواد بکنه بعید میدونم. لذا اونجا در آمریکا اون دعواها هستش، اینجا هم در ایران این دعوا هستش. آقای علیزاده، فکر میکنید انتشار تصاویر ماهواره‌ای از سایت جدید پرتاب موشک در استان هرمزگان تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای داشته باشه؟ قطعا میتونه بی تأثیر نباشه، چون من همیشه معتقد هستم این دور از مذاکرات برجام پلاس هستش، یعنی بحث توافق هسته‌ای به اضافه مسائل موشکی منطقه‌ای و دیگر چیزها. بله، انتشار این فیلم ها و عکس ها هم میتوانه برای این باشه که بگن این خطر وجود داره در مورد توان موشکی ایران و این هم باید به بحث گذاشته بشه، که فکر میکنم بحث هایی هم پیرامونش در جریان هست. سپاسگزارم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن همراه ما بودید.